دیروز وزیر دفاع آمریکا گفته بود که پنتاگون این را فاش نخواهد کرد که مادر همه بمب‌ها به داعش چقدر زیان وارد کرده است. اما این گفته‌ها با واکنش مردم روبرو شده است. آنان از حکومت وحدت ملی می‌خواهند اگر آمریکا لانه‌های داعش را در ولسوالی اچین از بین برده است، باید هر چه زودتر گزارشات و تلفات این بمب را به مردم افغانستان شریک سازد و نباید این را پنهان کند. باید نتایج و اثرات این را برای مردم بازگو کند که مثلا این بمب با این بزرگی که در کشور پرتاب شده آیا چقدر تلفات داده، چقدر منطقه را خراب کرده و این تلفاتش آیا داعش بوده یا افراد ملکی ساکن در منطقه. پس به این خاطر خواستیم از دولت این است که جد راجع به اثرات از این بمب معلومات خود را رسانه‌ای ساخته و مردم را آگاه بسازند. ولی نوازی که کچیر یوز حکومت وایی چه دقیقه که سلور نوی یا شپگ نوی ملشه بیدی داعش تاست تا معلومات هم نشته بلا بیا ویلی چه پا دقیقه بم که سل نفر داعش ملشه بیدی او کچیر ولی دقیق معلومات نوار که حتماً حتماً ملکی کسان تا دقیقه شوید دایی او بل کچیر دا خبر نوی بیا ها غور ازی پرون یو تلویزیون ورا غلا و حتی آغو تا میجازه نوار که ولی سم داخل توار شی. اما برخی از شهروندان کشور دلیل پرتاب بمب بالای ولسوالی اچین را این گونه قضاوت میکنند و گپی که امریکا چرا ایره پنهان میکنه و نمیگذاره که قضایای اصلی این رویداد برملا شود، ما بازم فکر میکنم که امریکا سیاستای بزرگ و غلط در قبال داره و همیشه امریکا با مردم افغانستان و حکومت افغانستان دورنگی بازی کرده و سیاستای بزرگ و غلط را در افغانستان تطبیق میکنه و این واضح هست که امریکا در عمله امریکا در چین انگرهار یک سیاست بزرگ دیگه را در افغانستان بازی میکنه که ما تقبیح میکنیم. اول قدم که باید بررسی وشه چیشته پاره استفاده کړي، آیا د خپل تجربه لپاره کړي یا د مونږه په نفع، کله مونږه په نفع مونږه باید بررسی وکړو چې څنګه آلته سونه دایشانو، آیا د دې زیرمنو واقعیت استفاده کیدله، دایشانو د دې زیرمنو استفاده کوله او که استفاده کوله نه دلته مونږه مدنونه د خاور لاندې کړي، باید مونږه دغه بررسی وکړو. این گفته ها در حال مطرح می شود که بیشتر از یک هفته از پرتاب بمب غیر هسته‌ای وزارت دفاع آمریکا می گذرد. اما پیش از این وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن بیش از 90 داعشی و سران آن خبر داده بود.